رجا اسدی هستم و برنامه این هفته تماشا رو در نمایشگاه وندی ماگن بنت، هنرمند اتیوپیایی، اجرا می‌کنم. عنوان این نمایشگاه هست آندافتا که میشه ترجمه کرد به درنگی در لحظه حال. در این کارها من از مواد و مصالح مختلفی استفاده کردم، از جمله گلدوزی ها و دستدوزی هایی با طرح شیر که در طرح پوشاک اتیوپیایی خیلی به کار میره. من لباس های مخصوص مراسم ویژه مثل عروسی رو جمع میکنم و از اونها برای روایت هام استفاده میکنم. از دید من تاریخ مثل یه لایه رخداد در یک برهه زمانی مشخصه و من دلم میخواد تو کارام با اضافه کردن عناصری متعلق به گذشته توازی بین گذشته و حال روی سطح دو بعدی بوم به وجود بیارم. اتیوپی کشور پیچیده‌ایه با تاریخ غنی، به خصوص تاریخ دوره استعماریش. وقتی اسم اتیوپی میاد، اغلب آدم‌ها یاد تصویر بچه‌های گرسنه می‌افتن، تصویری که در رسانه‌های غربی مدام تکرار میشه. یکی از چیزهایی که من تو کارم ازش استفاده می‌کنم، نشانه‌های تصویری جنبش ضد استعماری اتیوپیه که در رسانه‌های جریان اصلی کم می‌بینیمشون. من آرشیو مفصلی از ویدیوها و عکس‌های مربوط به جنبش ضد استعماری اتیوپی رو برای این کارها جمع‌آوری کردم. اما در ادامه برنامه، فیلم یک ماه برای پدرم، حافظه فردی و حافظه تاریخی تن، موضوع فیلم تازه مانیا اکبری. پردازش به بدن، پردازش به بدن نیست، پردازش به حافظه تاریخی یک بدن از دید من. و در ادامه، معرفی دو کتاب شعر تازه به همراه امید شمس. گفته بودم مردم آتش فشان خاموشند بچه، گفته بودم گلوله های مشقی بدخیمند بچه. سیاحتی در دنیای مانگاهای ژاپنی. مانیا اکبری، فیلمساز ایرانی، با همکاری داگلاس وایت، هنرمند بریتانیایی و شریک زندگیش، فیلمی ساخته به نام یک ماه برای پدرم. این فیلم جایزه نگاه نو جشنواره مستند کوپنهاگ و فیپرشی جایزه منتقدان را گرفته و در فهرست 10 مستند برتر سال 2019 روزنامه گاردین قرار داره. تو این فیلم تن مضمون مرکزیه. تن خود فیلمساز که تجربه جراحی ترمیمی بعد از سرطان و بارداری رو در مقابل دوربین اثر میگذرونه و تن فرد به عنوان یک موضوع سیاسی اجتماعی که با تاریخ ایران گره خورده. این فیلم با خوندن متن نامه های مانیا اکبری و داگلاس وایت روایت میشه. مانیا اکبری درباره این فیلم با تماشا گفتگو کرده. داگلاس، نخل‌های تو من را با خود می‌برد به دوران کودکی و نوجوانیم. دوران جنگ ایران و عراق، در خوزستان، در آبادان، در اهواز. از عکاسی و نریشن استفاده کردم و یک گفتگوی رو با یک هنرمند انگلیسی، داگلاس وایت، آغاز کردم که در اون زمان ما هیچ گونه رابطه عاطفی نداشتیم و به یک نوعی این گفتگوی هنرمندانه آغاز شد. برای اینکه امروزه من باور ندارم که چیزی به نام فرد وجود داره و زمانی معنی پیدا میکنه که در یک موقعیت دیالوگ با محیطش و اطرافش و آدمهای دیگه قرار داره. رو همین حساب اون چیزی که من رو برانگیخته کرد این که در چگونه من میتونم با زبان فارسی، با 38 سال زیستن در کشور و جامعه‌ای مثل ایران، با تاریخی که دارم، با به هر حال انقلابی دیدم،
کودک جنگ بودم، آسیب‌هایی وجود داشته، از دست دادن‌هایی وجود داشته، به دست آوردن‌هایی وجود داشته، چگونه با اون افکار در یک موقعیت و جغرافیای متفاوتی و یک زبان متفاوتی و یک فرهنگ متفاوتی ما میتونیم یک گفتگوی دو نفره داشته باشیم و چجوری این گفتگو بین دو شخص، دو در از فرهنگ، دو تاریخ، دو حافظه متفاوت، دو بدن متفاوت، دو جنسیت متفاوت، در از نه من مهم بودم نه او، بلکه حد فاصله ما دارای اهمیت بود. It is said that Michelangelo could look at a slab of marble and see the figure inside. He said it was the sculptor's job to reveal this figure trapped within the stone. Manya, you asked me about bodies, and I have a feeling we both know what you were really asking about. Sorry that this may not be the letter you were hoping for, but for now, it's all that I have. در یک زمانی به هر حال من یک سرطانی داشتم و یک چیز رو از دست دادم مثل سینه که خب برمیگرده به علم ژنتیک. سرطان من ژنتیک بوده و بیشمار انسان در هستی دچار بیماری‌های ژنتیک هستند، پس بدن من حافظه ژنتیکی هم پس داره که مجددا این حافظه ژنتیکی فعال شد و بعد علم به کمکش اومد و گفتش که ما این بدن رو میتونیم دوباره بازسازی کنیم و اومدن بازسازی کردن، دو حجم گرد اون زیر گذاشتن به شیوه بسیار عجیب که در طول فیلم شما میبینید که این شیوه علمی دقیقاً شبیه ساختن یک مجسمه میمونه که چجوری یک فرم رو مجدداً بازیافت میکنن. تغییرات بدن من برای تو یادآور مجسمه سازی بود، یادآور پوست فی. ما در مسیر فیلم به نوعی بدن که سخنگوه و در حال به یادآوریه، یک نوعی در حال شکافتن خودش و تغییر و دگرگونی خودش هم هست که بعد ما شاهد این هستیم که هورمون‌ها این بدن بدون داشتن تخمدان، بدون داشتن مفاهیمی مثل امکانات مادر شدن، علم امروزی چطوری بچه‌ای رو تولید میکنه و وارد این بدن میکنه و این بدن رو دوباره دچار یک دگرگونی جدیدی قرار میده. امروز به یک نوعی از دید من خلاقیت، علم و تاریخ به هیچ عنوان اینها از هم جدا نیستن، به یک نوعی در هم تنیده شدن. من فکر میکنم که بدن ما در اصل به یک نوعی یک حافظه تاریخی، سیاسی، اجتماعی، علمی و ژنتیکی داره و وابسته است به اون موقعیت و در حال حاضرم در موقعیت معاصر ما وابسته ایم به موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی بیرون از بدن، یعنی یک رابطه و دیالوگ گفتگوی تنانه و دائم و مکرره. در نتیجه پردازش به بدن، پردازش به بدن نیست، پردازش به حافظه تاریخی یک بدن از دید من. به یک نوعی من همواره یک جمله میگم ما بدن هامون نیستیم اما در درون بدن هامون هستیم و در اصل این فیلم به یک نوعی یک گفتگوی بین رابطه بدن با حافظه تاریخی و حافظه سیاسی شه. I've been thinking about bodies, about weight and objects, and about why I'm a sculptor. I know nothing of carving, marble, or any of these techniques. But for me, it's as if objects, the stuff of the world, might speak some otherwise inexpressible truth. As if those of the world's secrets that I want to know, and perhaps my own secrets, might be locked up inside them. من فکر میکنم که چیزهایی مثل خشم، جنگ، عشق، خشونت، مرگ، از دست دادن، به دست آوردن در تمام جهان همواره هر روزه به طور ممتد داره اتفاق میفته. تفاوت انسان‌ها با رویکردشون و اون اندیشه‌ایه که به این موقعیت‌ها از ذهنشون تراوش پیدا می‌کنه. به همین دلیل برای من روزمرگی من بخشی از هنر منه و زندگی در اصل همیشه اینجوری فکر کردم که بدون هنر زندگی برای من امکان پذیر نیست و بدون زندگی هم هنر امکان پذیر نیست. Oh my
Keep your hands down, keep your hands here. Oh, heavy boy. نمایشگاهی از نقاشی‌های برادران قاسمی در گالری دستان به علاوه دو برگزار شد که کارهای انفرادی و همینطور نقاشی‌های مشترک این خانواده هنرمند رو نشون میده. مرتضی، سینا و مجتبی قاسمی روایت‌های از زادگاهشون یعنی بندر انزلی در گیلان رو به تصویر کشیدن. عناصری چون دریا، موج، قایق و باران در اکثر این کارها تکرار میشه. در این مجموعه تاش‌های آزادانه قلمو و کاردک با رنگ‌های تند و زنده روغن و اکریلیک بر سطح عظیم بوم‌ها نشسته. رنگ آبی و سبز در بیشتر این بوم‌ها غالبه و گاه لکه‌های صورتی حضور انسان‌ها رو بازنمایی می‌کنه. با وجودی که طبیعت و دریا موضوع این نقاشی‌هاست، اما انسان‌ها در مرکز این کارها قرار دارن. در برخی از این تصویرها افرادی در ساحل خوابیدن و در حال آفتاب گرفتنند. در جایی ماهیگیرهایی رو میبینیم که با قایق خود و امواج دریا درگیرند و یا جنگلی که گروهی از انسانها در اون سرگردانند. مرکز نبشی نمایشگاهی به نام کاغذ سرخ برپا کرده که در اون بخشی از اسناد تبلیغات سیاسی اتحاد جماهیر شوروی برای ایران و منطقه را گرد هم آورده. این اسناد در قالب کتاب، عکس، پوستر و تصویرهای تاریخی ارائه شده. این مجموعه در دو بخش اعلان سرخ و کتاب سرخ نمایش داده شده. اعلان سرخ نگاهی تاریخی و تصویری میندازه به پیش از انقلاب اکتبر و فواصل میان دو جنگ جهانی در شوروی. در این بخش اسناد تاریخی روابط ایران و روسیه پیش از انقلاب 1917 و پوسترهای این دوره به نمایش در اومده. پوسترهایی که به اشاعه جهانبینی شوروی میپردازه. بخش کتاب سرخ مدارک مربوط به روابط سیاسی فرهنگی ایران و شوروی از انقلاب اکتبر تا انقلاب ایران رو مرور میکنه و همینطور کتابهایی رو نمایش داده که بنگاه نشریات پروگرس مسکو به زبان فارسی در شوروی چاپ میکرده و به ایران میفرستاده. این بنگاه کتابهایی متنوع از رمان و علوم تا تبلیغات کمونیستی رو در کنار کتابهای کودکان در کارنامه خودش داره. در فصل تازه تماشا درباره ادبیات ایران و جهان مفصل‌تر صحبت می‌کنیم و کتاب‌های تازه منتشر شده رو معرفی و مرور می‌کنیم. این هفته هم دو مجموعه شعر انتخاب کردیم که امسال منتشر شده. امید شمس که خودش شاعره امروز مهمان منه برای معرفی این کتاب‌ها. با کتاب عهد نسیم شروع می‌کنیم که یک منظومه است و در حقیقت مرثیه است که شاعر برای دوست صمیمیش گفته. یکم این کتابو به اون معرفی بکن. عهد نسیم کتاب شعر وحید داور هست، شعر بسیار خوشقریه است که نشر حکمت کلمه منتشر کرده. نشر حکمت کلمه نشر جوانی است و مدیر اون هم فریاد ناصری خود شاعر هست و سعی میکنه که با دقت مجموعه ها رو انتخاب کنه. این کتاب همونطوری که شاعرش هم در یک دیباچه کوتاهی بهش اشاره کرده، در واقع یک سوگواری هست برای دوست از دست رفته ای که جوان افتاده و در واقع ما با یک کتاب اینجا طرفیم، در کلیت خودش با یک منظومه طرفیم که هر بخش از اون قرار یک وضعیت مشخصی رو و یک کلیتی رو برای ما روایت کنه. این مجموعه شعر به عنوان یک منظومه یک تم مرکزی داره. این تم چیه؟ مضمون اصلی این مجموعه جوانمرگی است. جوانمرگی و دوستی. شاعر در واقع به یک شکلی مسئله جوانمرگ شدن دوست رو به عنوان یک موضوع شخصی در اختیار گرفته و از اونجا شعری رو آغاز میکنه که ما رو به یک سفری میبره که یک
داستان بزرگتر و یک حکایت ازلی و ابدی رو در واقع پیش چشم ما ترسیم میکنه و اون حکایت فرزندکشی است. اگر قائل باشیم به اینکه هر ملتی، هر زبانی یک سری اسطوره های بنیادین داره، افسانه های بنیادین داره، فرزندکشی یکی از حکایت های غالب در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است، از سهراب و اسفندیار و سیاوش گرفته تا سهراب های امروز که میبینیم. اهمیت دیگه ای که این مجموعه داره از نظر مضمونی مواجهه با مرگ. در واقع ما دو نوع مرثیه سرایی داریم، یک مرثیه سرایی هستش که معطوف به مرثیه سراست، یعنی یک سوگواری است که قرار مرثیه سرا رو به یک شکلی آرام بکنه، و یک مرثیه سرایی داریم که نوعی مقاومت در برابر مرگ به مثابه فراموشی است. به طور مختصر درباره کتاب حرف زدیم، حالا به انتخاب خودتون یک شعر هم انتخاب کنید برامون بخونید. من نخستین شعر این مجموعه رو میخونم به اسم نمک روشن. گفتیم نمیخواهیم، نمیخواهیم که بمیریم، گفتند اگر که نمیخواهید عرض الله واسعه. یک شب دو شب نشد که خانه فروختیم و کفش و کلاه خریدیم، سرما کشان قدر که سوز دانکرک و بروژ را تاب آوریم. باران گرفته بود تیزاب گرم سلطانیان تمدن را که روی رود بار غلات پی می افکندیم ویرانده بود. دیگر مسافر پران داشت از هر گروه زوجی می گرفت و در بار می نشاند، اما دو را جفت نبود نسیم را و مرا. پس ماندیم و تیزاب زمین را فرا گرفت. چه روز بود آن روز؟ با من نسیم گفت دل قوی دار که ملکوت مادرم نزدیک است. اقلیما مادر نسیم بود، نسیم مادر نسیم. بریم سراغ کتاب دومی که انتخاب کردیم. این هم یک دفتر شعر نوشته سمیرا یحیایی که به طور زیرزمینی منتشر شده. اول با همین شروع میکنیم. چرا زیرزمینی؟ به خاطر مسائل سیاسیه که زیرزمینی منتشر شده؟ من فکر نمیکنم لزوماً به این دلیل بوده باشه، چون میدونیم که به هر حال راههایی هست که شما یه کتاب رو به یک شکلی از تیغ مجوز بگذرونید. من فکر میکنم این مسئله نگفتن به یک سازوکاری است که نویسنده اون رو بر نمیتابه. این مجموعه سوم سمیرا یحیایی هست. اونای دیگرش هم زیرزمینی بوده؟ نه، مجموعه اول و دوم او با مجوز چاپ شدن و به نظر میسه انگار نویسنده اصلا دیگه اون نیاز رو به این که اثر خودش رو در فضایی قرار بده که نیاز به اجازه گرفتن باشه ندیده، و من فکر میکنم یه بخشی از مسئله صرفا مسئله یک ایراد ممیزی یا کوتاه بلند شدن یه شعر یا تغییر کردنش یا تک تک شدنش نیست. مسئله این است که شما یک زمان تصمیم میگیری که من حاضر نیستم دیگه از کسی برای نوشتن و برای خوانده شدن اجازه بگیرم که هیچ ربط و ارتباطی خواندنش در واقع با ادبیات نداره، بلکه یک خوانش مطلقاً ایدئولوژیک و سیاسی است که قراره به من اجازه این رو بده که آیا من مطابقتی دارم با اون ارزش‌های ایدئولوژیک و سیاسی او یا نه، که به نظر میاد این کتاب در تمامیت خودش هیچ مطابقتی با چنین سیاست‌هایی نداره. یه خلاصه هم درباره زبان این دفتر شعر صحبت بکنیم. زبان یک زبان ریتمیک و ضرباهنگ داره و به نظر میرسه که شاعر دوست داره که شعر درست ادا بشه، درست خونده بشه. یک مجموعه ویژگی هایی در نوشتار وجود داره که میتونیم بگیم اون ویژگی ها ویژگی های مردانه یا زنانه، یعنی جنسیت دارن، نه به واسطه اینکه نویسنده شون زن یا مرد باشه، به واسطه اون ویژگی هایی که در زبان وارد میکنن. برای مثال موزیکالیته زبان، موسیقایی بودن زبان، ریتم در زبان، اینها ویژگی های زنانه هستن. تکرار و در واقع ریتم‌های دوری، یادواره‌ای و اصلا زمان‌های دوری و حرکت‌های چرخشی و حلزونی در درون زبان، اینها المان‌های نوشتار زنانه هستن که در آثار یحیایی ما اینا رو میتونیم به خوبی ببینیم. موزیک در شعر سمیرا یحیایی همیشه یک عنصر غالب و یک عنصر مهمی بوده. البته همین در اواخر کتاب، یعنی در شعرهای متأخر می‌بینیم که زبان اصلا زبان نثری میشه.
همینطوره. همینطوری گاه هم به جایی میرسه که اصلا اون موزیکالیت از بین میره. یعنی که یک مسئله هستش، مسئله این هستش که ما با کتاب مواجهیم که درباره موسیقی، یعنی فواصل لا هم در واقع تعاریف مختلفی داره هم به لای موسیقی. خوب شد اینو اشاره کردید، در مورد این یکم بیشتر توضیح بده. چرا اسم کتاب هست جمعیت فواصل لا؟ کتاب به چند ویژگی اشاره داره. یکی به مفهوم لا در لای موزیک اشاره داره به عنوان یک نوت موسیقی، بله، هم به مفهوم در واقع لای عربی به معنای ناگفتن در واقع اشاره داره و به مسئله فاصله اشاره داره و جمعیت، یعنی تضاد بین مفهوم فاصله و جمعیت. و این فاصله گذاری رو در موزیک کلام سعی کرده که یحیایی اجرا کنه در ادبیات. من یه مرثیه هم از سمیرا یحیایی میخونم. اسم شعر هست فرود محسن قانع بصیری در گوشه نیست. شعر بلندی است، من یه تکه کوتاهش رو میخونم. دم کرده نور بر گردن عرق کرده تابستان، فصل در تو طولانی است، سالیانی بی تقویم افتاده بر طبقاتی دراز، غلیظ و ترسیده. تنهایت اسبی بود گداخته داغ بر بازو، تنهایت نهنگی جفت باخته در امواج. جنازه تو ندانم کدام حادثه بود، چند ساله ای حالا که روی دست زمین مانده ای، حالا که نه میمیری و نه نمیمیری. گفته بودم مردم آتش فشان خاموشند بچه، گفته بودم گلوله های مشقی بدخیمند بچه، چشم های بی منظرت، چشم های تنهاییت در آخرین اتاق. ممنون امید شمس شاعر که امروز با ما بودی. فقط 100 سال از عمر مانگا یا همون کمیک یا کارتون ژاپنی میگذره، اما در همین مدت تونسته تأثیر عمیقی بر فرهنگ داستانهای تصویری ژاپن و حتی جهان بگذاره. هر سال میلیون‌ها نسخه کتاب و مجله مانگا فقط در ژاپن منتشر میشه. ما با نیکول رومانیر، مورخ مانگا، درباره تاریخچه این صنعت پرطرفدار صحبت کردیم. Manga starts in the 1880s. خاستگاه مانگا ژاپن سالهای 1880 و آغازگرش نقاشی به نام کانابه کیوسای. ما اینجا یه پرده 17 متری از نقاشی پرده کیوسای داریم. کانابه کیوسای پیکاسوی ژاپنه. او این پرده 17 متری رو در 4 ساعت نقاشی کرد. پرده رو روی زمین باز کرد، یه قلموی بزرگ برداشت و همچنان که می‌رقصید این ارواح عجیب و شگرف رو روی پرده نقش کرد و این پیدایش مانگا بود. اما مبدأ واقعی مانگا، یعنی کسی که در سال 1947 مانگا رو به عنوان یک سبک جا انداخت، تزوکا اوسامو بود. استاد تزوکا خدای مانگاست. او 17 سالش بود که اولین مانگاش به نام جزیره گنج رو خلق کرد. جالب اینجاست که در سال 1947 که مردم ژاپن در فقر شدید به سر می بردن، 400 هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و همش فروش رفت. مانگا اوائل در روزنامه ها چاپ می شد. در دوران جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ بود که به صورت کتابچه های مجزا چاپ شد و مردم می تونستن اونو کرایه کنن یا با روزنامه می اومد. اینجوری بود که مانگا اومد توی مجله ها و الان بیشتر به صورت مجله و کتاب ارائه می شه. دو تا ژانر اصلی مانگا شوجو و شوننه که شوجو زنانه است و شونن مردانه. ولی معنیش این نیست که خالق یا مخاطب شوجو حتما زنه و مال شونن مرد. زنانگی و مردانگی بیشتر در سبک نقاشی ظاهر میشه. مانگای زنانه خطوط نرمتری داره. جهان درون رو نشون میده. سمبولیک تره. به روابط انسان میپردازه و خیلی عمیقه. مانگای مردانه بیشتر خطوط خشک داره. پرتحرکه و پر از ماجراجوییه. خیلی عمیق نیست ولی جذابه.
باور ما اینه که مانگا میتونه یکی از زبانهای بین‌المللی آینده باشه. اینکه این روزا اینستاگرام اینقدر مورد استقبال قرار گرفته نشون میده که علاقه به بیان و گفتگوی تصویری زیاد شده. کلمات در درجه دوم قرار گرفتن و داستانها با تصویر روایت میشه و مانگا هم دقیقاً همینه. پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. تماشا را در یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام بی بی سی فارسی دنبال کنید. تا هفته دیگه خداحافظ.